جمهوری اسلامی رژیمی سرتاپا فاسد علی طیب وزیر اقتصاد ایران روز شنبه 15 آذر ماه از یک فقره دیگر فساد مالی به ارزش هزار میلیارد تومان پرده برداشت که حدوداً 5 سال در جریان بوده است او گفت با همکاری معموران برخی دستگاه ها در حوزه جل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانکا یک شرکت کاغذی فعال تشکیل شده بود. تیبنی ها افزود که شرکتی دیگر از فاکتور جلی این شرکت استفاده کرده و داوطلبانه 120 میلیارد تومان به سازمان مالیاتی تنها به عنوان رشوه پرداخت کرده. تا کارهایش پیش برود البته رئیس کل دادگستری در تکمیل توضیحات درباره این افتضاح مالی گفت این دوازده هزار میلیارد تومان با احتساب صدور زمانت های بانکی به مبلغ سیزده هزار و هفتاد میلیارد تومان بالغ می شود. برملا شدن فساد مالی 13 هزار میلیارد تومانی مسئولان رد بالای رژیم اسلامی نتیجه تشدید اختلافات و کشمکش جناهای درون حاکمیت است. به دنبال حمله نمایندگان جناه اصولگرا در مجلس به حسن روحانی در سحن مجلس روز دوشنبه 17 آذر رئیس جمهور رژیم فرصت را مختنم شمرد و در کنفرانس همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد تشکیل شده بود جناه رقیب را به شکل بیسابقه مورد حمله قرار داد وی گفت قبه رشوه دزدی و فساد در کشور شکسته شده است زیرا اگر فساد دزدی و رشوهگیری قبلا به صورت زیرمیزی انجام می گرفت اینک آشکارا صورت می گیرد روحانی سپاه پاسداران و بعضی از مراجع را مورد حمله قرار داد و گفت جمع شدن تفنگ، پول، قدرت و رسانه در دست هر نهادی باشد فاسد خواهد شد. به طور واقع در ایران سپاه پاسداران سال هاست همه این منابع قدرت را قبضه کرده است و برای دولت و مهرهایش تره هم خورد نمی کند. سپاه پاسداران پس از پایان جنگ ایران و عراق وارد فعالیت های اقتصادی شد. همزمان با خصوصی سازی های صنعتی و تولیدی و مصادره آنها بخش اصلی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی در دست سپاه پاسداران متمرکز شد پس از مدتی سپاه در همدستی با نهادهای زیر نظر خامنه ای بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی ایران را در قبضه خود گرفت و اکنون به مافیای عظیم اقتصادی تبدیل شده است تا جایی که فعالیت آنها خارج از هر کنترل حسابرسی و نظارت دولتی بوده است و ما از پرداخت هر گونه مالیاتی نیز هستند اختلاس و دزدی های زیر میزی مسئولان رژیم در طی بیش از سه دهه گذشته بخشی از فساد حکومتی بوده است. گزارش سازمان شفافیت بین المللی که میزان رشوهخواری در 174 کشور جهان را بررسی می کند، ایران را همچنان جزو فاسدترین کشورها به شمار می نکته قابل توجه در این رابطه سیر سعودی ارقام این اختلاس و دوستی هاست. اما این پرونده ها تنها زمانی رو می شوند که منافع جناهای درون حاکمیت در تقابل با هم قرار می گیرند. از پرونده فساد 123 میلیارد تومانی بانک صادرات در سال 1373 گرفته تا پرونده های اختلاس و دزدی 3000 میلیاردی بیمه ایران توسط سید مرتزوی جلاد زندان ها در سال 1390 و پرونده 8000 میلیارد تومانی او با بابک زنجانی تا افشای پرونده دزدی 13 هزار میلیارد تومانی از راه رسیده فقط چند نمونه کلان هستند که رسانه ای شدن. مسلما دزدی های کلان کارگزاران رژیم اسلامی دزدی از ثروت و سامان عمومی و حاصل رنج میلیون ها کارگر و مردم ستمدیده ایران است. عباد اختلاص ها و دزدیها در دستگاه حاکمیت رژیم اسلامی اوضاع نابسامان اقتصاد ایران را نابسامان تر کرده است سران رژیم سرمایه در اوج فساد و بی با گران کردن نان سفره بیرونق محرومان جامعه را بیرونق تر کردند سران رژیم که از ابعاد اختلاس و دزدیها در دستگاه حاکمیت خبر دارند و میدانند که چه فقر و فلاکت بی سابقه را به مردم تحمیل کردن شدیدا نگران عکس عمل غیر قابل پیش بینی مردمی هستند که شرایط سخت زندگی کارد را به استخوانشان رسانده است به این دلیل است که سران ریز و درشت رژیم در تلاش هستند تا این دزدی کلان را نیز کم اهمیت نشان دهند و به دروغ از بازگرداندن بخشی از پول تارات شده ی مردم دم بزنند آنان نگران از خیزش توده های مردم گرسنه با موضعی دفاعی و با بیانات ضد و نقیز سعی می کنند مسئله را کم اهمیت جلوه داده و ماست مالی کنند خامنه نیز اطلاع مسئولان سقوه از وضعیت فساد در کشور را کافی دانسته و با این گفته که سمینار مبارزه با فساد چه معجزه می کند نگرانی خود را از دامن زدن به مجادله حول اختلاص ها ابراز داشت. صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی گفت نباید فساد طوری بزرگ نمایی شود که آثار مخرب داشته باشد. مسئولان ما نباید فکر کنند هرگاه سریعتر عدد و رقم را در خصوص وقوع فساد اعلام کردن پیشتاز هستند از نظر وی دزدی ۱۳ هزار میلیارد تومان رقم کوچکی است و نباید بزرگ نمایی شود <مزمان> همزمان لاریجانی رئیس مجلس در کنفرانس مذکور اظهار داشت با این همایش ها جلوی فساد گرفته نمی شود و همه باید دست به دست هم بدهیم تا به حیثیت نظام خدشه وارد نشود. ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور هم با اشاره به پرونده دزدی 13 هزار میلیارد تومانی گفت کشور ظرفیت اعلام این مسائل را از رسانه ها ندارد. از این گفته های سران رژیم پیداست که آنها شدیدن نگران رسانه شدن بیشتر مباحث مربوط به پرونده اختلاس مالی رژیم هستند. آنها در تراشن تا مانع انفجار خشم فروخورده مردم شوند. اما آیا کسی به این توجیهات و دروغها که از تقیه اسلامی نشأت گرفته باور می کند؟ بنابر گزارش ایرنا لاریجانی رئیس مجلس در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت باید سازمانی فراقوهی برای جلوگیری از فساد و جرم در کشور تشکیل شود که بر هر سه قوه نظارت داشته باشد. از این گفته لاریجانی چنین برمیآید که اصولگرایانی که دور خامنه ای حلقه زدن با همدستی خامنه و تایید کادر رهبری و سپاه پاسداران میخواهند سازمان مبارزه با فساد که اکنون تحت نظارت دولت است را از کنترل دولت خارج سازند و آن را به سازمانی تحت نظارت ولی فقیه منتقل نمایند اما از آنجا که فساد در سرتاپای ساختار رژیم اسلامی نهادینه و به بخش جدایی ناپذیری از هویت رژیم تبدیل شده است و با توجه به اینکه بر متن تداوم بحران هایی که رژیم با آنها دست به گریبان است نزاع و کشمکش جناهای حکومتی هر روز ابعاد تازه به خود میگیرد این شگردها چاره ساز نخواهند بود کارگران که شیشه عمر رژیم را در دست دارند برای تامین یک زندگی شایسته انسان برای دفاع از آزادی و کرامت انسانی خود راهی جز ساقط کردن این رژیم ندارند و این را لازم است که همه محرومان و ستمدیدگان این جامعه که آرزوی سرنگونی این رژیم را در دل دارند با خود همراه سازد. هر لحظه از طولانی شدن عمر این لانه فساد و استبداد به معنای رنج و گرسنگی و تباهی بیشتر انسان هست. <متصفح>